انشالله خیلی شد. این که خیلی کمه دادا. دو تومن کمه؟ بله. کلی راش خاکی بود. بفرم. اون که عروس دختر داییم بود، اینی که میگم نوه داییمه، خونشون دو تا خیابون بالا. سلام علیکم استاد. سلام از ماست، خسته نباشی. بیا جانم به مادرت بگو حساب آخر برجم داشته باشه ها. الان خونه نیم بی زحمت، نیم کیلو لبه، یه بسته چایی، نیم کیلو نخود. و مگه تو ناموس نداری؟ حیا کن مرد. آخه به تو همیشه گفت مرد 200 گرم خرما و یه پاکت ارزن لطفش. پس باید برای شما مثل هر تازه واردی یه ستون جدید تو این دفترچه باز کنم. به اسم جناب آقای حلیمی، محمد جواد حلیمی. ولی بنده اهل نیسی بردن نیستم. نیستی؟ نه، بنده نظرم اینه که آدمی زاد بایستی به اندازه جیبش خرج بکنه تا یه وقت خدایی نکرده شرمنده خلایق نشه. اختیار دارین آقای حلیمی دشمنت شرمنده بشه؟ این چه فرمایشیه؟ اصلا قابلی نداره. دکون صاحبش قابلی نه والا. بیتارو گذشته از تعارف، بنده همیشه سعی میکنم که این نصیحت مرحوم ابدی رو فراموش نکنم. میگفتن که ای که در نسیه بری همچو گل خندانی، پس سبب چیست که در دادن آن گریانی؟ آفری، نور به قبرشون بباره. الحق که دست بریزاد، درست گفتم. خیلی ممنون میشم اگه لطف کنین و این شعر رو برای من بینویسین تا بدم به خط خوش رو تابلو بینویسن و بزنمش این بالا. به چشم. فایده ایم نداره. این محل همینه. میخواین بخواین، نمیخواین نخواین، چه میدونم دیگه، همینه. نمیشه کاریش که خواهد. آقا یوسف، جنسای من حاضر کردی؟ غذا میسوزه ها. نیم ساعته که جنسای شما حاضره. از دوله خونو بگو با اون پادردش سه تا کوچه دنبال دوز کرده. ای بدبخت بیچاره. میگن یه چماق دستش بوده که مخصوص ترسوندن دوز. چماقو حواله دوز دیگه. به به چه خطی. همینو قابش میکنم میزنمش این بالا. نمره یکه. حساب ما چقدر شد دوستان؟ یه کیلو چایی بسته. میشه 7 تومن و 4 هزار. خدا خیلی بفرم. الان پیشونیش نیم متر اومده جلو. بفرم. دستتون درد. خوش اومدین. نیست. چفتم چفتای قدیم. سلام آقای امیدوار، خسته نباشید. سلام علیکم جانم. سلام علیکم. اصلا نمیشه، باید برم کلون بخرم. شما برو تا دیر نشده یه کلون بخر واسه خونه. این محل اعتبار نداره، هرچند اونم بیفایده است. بیفایده است جانم، بیفایده است. سلام. سلام. بیا. خریدم. بیا. شما هم داره میاد. حالا مجبور نبودی همش امروز بخری. اینا مرزن. برای من. بدش من. چه خبر آره؟ دیدی باز زمین شور یادم رفت.
ماشاءالله اینقدر صورت جنسا رو بلند بالا با آدم میده که بالاخره یه چیزی جا میفته. راستی خیلی از این محل خوشم اومد. استاد بقال باصفایی داره. اهل شعر و حال. براش بیتم نوشتم خوشخط. میگفت بیا حساب نسیه باز کن. بنده خدا منو نمیشناخت. شیرارم که صفر نبستی داره چکه میکنه. همه شیرا چکه میکنه. باید بدی واشرش رو عوض کنه. معلوم نیست صابونه قبلی چیکارشون کرده. انگار باهاشون کشتی میگرفته. 248 تومن حافظا. اینم 32 تومن. با این 18000 میشه. ها بدک نیست. بیا این قصه بانکو بذار کنار تا فردا ببرم پرداخت کنم. اینطوری که حساب کردم با پس انداز این مدت میتونیم بدهی داداشت هم بدیم. مرسی. خب الحمدلله. بله این ثمره با حساب و کتاب خرج کردن. خونه خریدیم، بدهی داداشت هم میدیم، فقط میمونه قصه بانک که چشم به هم بذارید. هم 15 سال تموم اونم میده. دلم میسوزه برای اون قالیچه چشم روشنی آقا جونت که ما فروختیم. فکرشو نکن، دوباره میخریم. همیشه که بعض اینطوری نمیمونه. امسال دیگه ترفیع گرفتنم نه. چه خوب، حالا اگه ترفیع بگیری حقوقت چقدی اضافه میشه ها؟ والا این بستگی به سنوات خدمت داره. فکر میکنم یه 50 تومنی بشه. ها؟ یعنی دقیقشو بخواید 47 تومن و 3000 میشه. بوزک نمیر بهار میاد. کجا رفتی؟ برو بلش. دیوار نیست به کنار. آره به همین خیال باش. پس برو به تنارمه صفحه هموم رو نگاه کن چجوری تبله کرد. چکشو باید آهسته زد. اینجور ملکا ظریف هم نبایستی آسیب ببینه. درسته قدیم سازه ولی اسلوب داره. چارچوباش تماما چوب گردوه، گردوی خالص. چی کار میکنی حلیمی؟ چی شده مگه؟ از وقتی عروسی کردیم چند تا خونه عوض کردیم؟ نمیدونم. گمونم سالی یک. هی از این خونه به اون خونه. دیگه این چوب و تخته ها جای سالم ندارن. از هر اسباب کشی یه زخمی روشون یادگار مونده. ولی این خونه دیگه مال خودمونه. نه مجبوریم سرمان نصف حقوقمونو جیرینگی بدیم بابت اجاره خونه، نه قرقر و سرکوفت صاحب خونه رو داریم، نه اضافه کردن کرایه و حکم تخلیه و اسباب کشی و از این مکافاتا. مال خود خودمونه. 8 سال آزگار در به دری و آوارگی. تنهایی تو خونه نشستم و دلمو به این عکسا خوش کردم. آخه عزیز من، تو خیال میکنی اگه بچه دار میشدیم اون چندرغازم میتونستیم پس انداز کنیم و خونه بخریم؟ دستتو بردار. خونه بی بچه سوت و کوره، به چه درد میخوره؟ صد تو خونه داشته باش ولی وقتی جیغه یه بچه توش نپیچه انگار هیچی. آخه مردم چی میگن؟ میگن حتما عیب و ایرادی تو کاری. خبر ندارن که آیه یأس مخان. ای تو همه زیبایی غر مزن، شکوه مکن ای تو همه رعنایی. روز بد بگذرد و شام سیاه تی گر تو هم با لب خندان بکنی. شام تو بخور سرد میشه، شعر باشه بعد. همراهی ولی برخلاف خانم یاوری
خانم طالبی که ته کوچه میشینه انگاری از دماغ فیل افتاده. از بس هر کی رسته بهش گفته خانم دکتر خانم دکتر، فکر میکنه علی آبادم راست راستی شهریه. حالا شوهرش هم دکتر نیست، نه بابا آمپول زنه. آره خب. چی کار کردی؟ نگاه اینجا رو. هیچی نترس. نگاه اونها پس اون پریدگی چیه؟ اون که مال خونه قصه داشته مونه چیزه. همینجوری بود از اول. قربونه حواس جمع. این سرویسی که داداشم اینا تو اون خونه کلنگی تهران نو برامون آوردن. آره داشتم میگفتم. در اومد روک به هم گفت بد کردین اومدین اینجا خونه خریدین. چطور؟ خب چجوری بگم، قبلا خانم یاوری هم سربسته یه چیزایی به هم گفته بود. چی؟ میگن اینجا خیلی دزد داره. ای بابا تو چقدر ساده ای؟ مردم از اینجور حرفا زیاد میزنن. تو هنوز خوب نمیشناسیش. از کجا معلوم؟ همین خانم طالبی که میگی این خونه رو برای فک و فامیلش زیر سر نذاشته بوده. گرمچین خونه ای با این قیمت مناسب و با این شرایط ندیدی یارو بونگای چی میگفت؟ همون شبونه که خونه رو دیدیم بهم گفت، یعنی منو کشید کنار یواشکی گفت آقای محمد جواد حلیمی این خونه واقعا یه آکازیونی، یعنی سفت بچسبین و ول نکنین، دیر به جنبین رو هوا زدنش. از حقم نمیشه گذاشت که همچین خونه ای با این قیمت مناسب واقعا هم یه آکازیونی. ای وای برق رفت. خوشکی شانس. کبریت کو؟ روی یخچاله. موازه باش ظرفا رو نندازی. نه بابا کور که نیستم. پس کو؟ اینا پیداش کردم. وای بذار خودم بیام، میدونستم. تویی؟ یعنی فکر میکنی دوست میاد؟ بابا نه ترس، کار از محکم کاری نمی کنه. اینجا که بخوابم و به همه جای خونه مسلطم، همه جا. اگه صدایی بیاد فورم بلند میشم این شیر میرم. چی بود؟ یه گربه بچه. تو خیالت راحت باشه، برو بگی بخواب، برو بگی بخواب. کیه اونجا؟ منم بابا، پاشدم آب بخورم. میخوای برا تو هم بیارم؟ نمیخوای؟ من که از اول شب خواب به چشام نیومدی، همش هول و ولا دارم. تو هم خوابت نمیبری؟ ها؟ چرا بابا خواب بودم، تو هم میگی بخواب، خیالت راحت باشه هیچ اتفاقی نمیفته. تو خوابت برد ها؟ خوابی؟ آه
آزاد. بگیر بخواب خانم رعنا، من که گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. تازه اگرم بیفته حلیمی که نمرده. و خلاصه در قسمت‌های گذشته دیدیم که جیمز برولین معروف به دزد بیچراغ از سرقت‌های پی در پیش با زبردستی تمام جان بلر برد. و اما در قصر آرتور مکنزی چی می‌گذشت؟ شب طوفانی و وهم‌انگیزی بود. آرتور با دلهوره و اضطراب خودش رو به دست دنیای پرتلاطم خواب سپرد. کم کم احساس رخوت و سستی می‌کرد که ناگهان سایه‌ای هول‌انگیز بر دیواری اتاق خوابش مشاهده کرد. مردی رو دید که سرگرم خارج کردن اساسه از قصره. ابتدا فکر کرد این هم قسمتی از کابوس‌های شبانشه، اما به تدریج شک و تردیدی به جانش چنگ انداخت و خواست بدونه این سایه سایه کیه. با خودش فکر کرد این وقت شب در این قصر جز او و خدمه کسی نیست. به خودش جرأتی داد، چشمش رو باز کرد. از تعجب جانش به لب رسیده بود. با وحشت مار شده‌ای خواست بدون این سیاهی کیه. پرسید، تو کی هستی؟ کی هستی؟ من یه دزدم قربان. تو قصد من چیکار میکنی؟ گفتم که اومدم دزدی. به من میگن جیمز برولین دزد بیچاره. من دوزم. چی؟ عرض کردم که دوز. نه من باور نمی کنم تو دوز نیستی. با چی حرف می زنی؟ تو نکنی تو ای بابا عجب گیری کردیم. آم به چه زدونی به افتجام؟ من اومدم دوزی، حالا هم کارم تموم شده، دارم میرم. این که همون لشست داره پیدا شده. تو که شما تازه وارد یا چی؟ منم بابا کور خوندی. تو خیال کردی با حالو طرفی؟ خانم تناب برسون. تناب چطوری آقا عمری؟ پادرد خانوالده چطوره؟ بهتر الحمدلله، ولی داغ اون چرخ خیاطی که بعد از سالیان سال پول کنار گذاشتن واسه جهیزیه دخترش خریده بود و تو دزدیدیش هنوز آتیشش میزنه. بله من نفر بنده. چرا اون چرخ گوشتی رو که با بدبختی ماه به ماه قصدش دادم نمیگی آقای آمری؟ هنوز یه ماه از آخرین قصدش نگذشته بود که این جناب خدمتش رسیدن. مال دنیا مثل چرک کف دست. سخ نگیریم بابا. بفرمایی رو که نیست، سنگ پاس. تو برو بنا هنوز که اول شبه چطور دوست داده؟ ببین دختر جون، شما تازه توی این محل اومدین، کم کم عادت میکنی به دوست. آقای امیدوار، طور خدا بیاین ببینین چی به سرم اومده. ببینین این در بسته بود، من اینجا خوابیده بودم درست همین وسط. خانم رعنا تو اتاق، تازه خوابم برده بود که یهو دیدم سایه یه هیکل نخراشیده رو دیوار خونه افتاده و داره وسایل منو جمع میکنه. آخه خجالتم خوب چیزیه. آخه حیا کن، مگه اینجا شهر هرته کرکرکی باشه؟ من نمیفهمم، یعنی آدم تو خونه خودش هم امنیت نداره که یک گردن کلوب سرش میندازه پایین میاد بالا سر آدم؟ خدایی بود شده خودمو گرفتم و با کارت نکشتمش. یک دستم کشت. سلام علیکم. میخندی. سلام علیکم. فردا که افتادی گوشه یه حلف دونی شما میفهمی که دوستی کردن آقای دو نصف شب خونم تو خونه من کارمند شریف دولت یعنی چی؟ خانم تلم برسون. ای برو بابا،
به جون تو هم دیگه خانم هیدری جون من یه سر میرم امیدوار کار دست خودش نده. راستش آقای حلیمی شما بهترین خود آروم بگیرین از این اتفاقات توی این محل زیاد میفته سخت نگیرین بهشتشون میدم میدونی تو یه مخمسه گیر کردیم که کاری از دست کنار ببینم بری کنار بری حلالی دوغه چه بناسه گیر تو برده دو چرخه منو میدونی دو چرخه دو چرخه کجا بش کردی دو چرخه دو چرخه دو چرخه دو چرخه کار خودشه دلش کن بابا سیوه که بچه ابدی کنی از بابا حال دیدی عوضی گرفتی ما اصلا هفته پیش رفته بودم مرخصی ولایت بودم دروغه از دو روزه برگشتم خب حالا میبندیمش میبریمش کلان تری بی فایده است جانم بی فایده است صلوات بفرستین تمومش کنیم چی بی فایده است شما چرا این حرفو میزنین حالا بهت نشون میدم سرقتی هست هر جور میلتونه جانم از ما گفتم خب ببینم حالا به تعب وا کنی بله. خب بدش من بریش درسته درسته نباید زیاد پاپه شد چون که حکایت محله ما از اون حکایت هایی که دربارش میگن باور کردنی نیست اما حقیقت داره ببینین من چی میگم ببینین من میگم محکم بگیریم یه فصل بزنیمش تا دیگه این طرفا پیداش نشه چه شو بچه نه باید از راه قانونیش مجازات بشه آفرین دیگه تنها پیش کردن لازم نی پیش در همسایه سس ما هم آبرو داریم آقا را آبرو داریم تو اگه آبرو داشتی که نصف شب از دیوار خونه مردم بالا نمی اومدی آبرو دار محله ما آقای حلیمی بی جهت خونتون رو کثیف نکنین هر چه زودتر یه ما پیدا کنین و راه بیفتین این وقت شب کی ماشین داره؟ قیافه کلب میخوره جهورم را کم نشو پیکر چه خبری نان سلامتی اینجا کلانتری آمیشون نمیشه که من هرچی که عرض کردم فقط به نیت را میشه بلند بخونی بود و پس ای بی بخواه بابا من که چشم شما تا دعوانه میکنی نا چشم بیافت چلو چشم بفرمید آقای برو شما بفرمید تلکم برو بفرمید خب شاکی کیه؟ بنده هستم سرکار موضوع چیه؟ هر شبت بنده محمد جواد حلیمی هستم کارمند دولت قضیه از این قراره که بنده به اتفاق منزل در منزل خوابیده بودیم که یهو متوجه شدیم شخص غریبه‌ای وارد منزل شده بنده فوراً چراغ رو روشن کردم و دیدم که بله این آقا همین آقا که حالا اینطوری خودشو به موش مردگی زده داره اساسیه شخصی ما رو جمع میکنه پس ایشون دزدن بله سرکار صاف باش با و شما ازشون شکایت دارین مسلمه این دست کلیدم ملاحظه بفرمید استشهاد محلی هم آوردین حالا حقیقتش فراموش کردیم یعنی اونقدر عجله داشتیم که فرصت نشد که اینطور به هر صورت لازمه شما که خودتون اداری هستین و از ضرورت رعایت مقرراتو میدونین بله البته البته مسلمه به هر حال فعلا چاره ای نداریم بعدن مامور میفرستم تا استشهادو تهیه کنه متشکرم لطف میفرمایید بزرگی میفرمایید گفتین آدرس منزل کجاست؟ عرض کنم حضورتون خیابان 35 متری بالاتر بله. از دوراهی گلستان کوچه دوم پلاک پلاک 12 بذار ببینم متاسفم ولی باید بهتون بگم منزل شما در حوزه استحفاظی ژاندارمری قرار گرفته و ما در این مورد نمیتونیم اقدامی بکنیم یعنی میفرمایید که شما باید به ژاندارمری تشریف ببرید که اینطور شما که به مسائل اداری وارد هستید تفکیک وظایف و مسئولیت ها
و همینطور حدود اختیارات. به هر صورت ما در محدوده اختیاراتمون در خدمت هستیم. خیلی ممنونم سرکار، لطف فرمودید. حالا چی کار کنیم؟ ژاندارمری که خیلی دوره. من که حرفی ندارم، ولی می‌بینید که اوضاع تاکسی در اخربه. خب اگه ماشین درست نشد چی؟ فکر براش می‌کنم. من مجبورم تا صبح پیش خودم نگارش کنم. یه تنه لشکل بده بیا. خیلی خوب. دست کلیدی که نشان از سوابق سرقت‌های متعدد مشارالله داره بنویس. کلیه اشیاء ذکر شده در صورت جلسه در منزل شخصی این جانب مضبوط است. بنویس در منزل شخصی این جانب مضبوط تازه که اندلزوم. من نمیتونم بنویسم، بی خودت بنویس. مضبوط است که اندلزوم قابل ارائه خواهد بود به تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1351 خورشیدی محمد جواد حلیمی. پشو بیا، پشو. بجا پایین، برو پایین. اون تو؟ برو پایین. خیلی خوب. مثل بچه آدم اینجا میخوابی، فکر فرارم به سرت نزنه. علی سیگار اگه داره بده ما بشه. نه خدمنده سیگاری نیست. شب بخیر. آقا جواد مایی در نکنه یو. نگران نباشین، خالیه. زده به سرش بیچاره، تفنگ دیگه خالی و پر نداره. میتونین آقای امیدوار، تو صدر مشروطه پدر بزرگ من با همین تفنگ نظم و قانون رو گرفت. آقای خدا بیامرزم هم توی این 70 سال این یادگاری رو همونطور مثل روز اولش حفظ کرد و سپرد به من. شب هم محض احتیاط همراه باشه بد نیست، حداقل هیبتش به درد ترسوندن این یارو میخوره. میگم اگه میخواین ما بیاییم پیشتون بمونیم. خیلی ممنون، جاش امنه. آره آقای امیدوار، والا من که از ترس دارم زهره ترک میشه. رو درواسی نکنین رعنا خانم، کاری پیش اومد یه مشت قایم بکوبیم بدی. بله بله. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خدا حافظ. خدا حافظ شد. هنوز پا نشده؟ نه خیر، خوشخواب تشریف دارم. چهار ما باید زودتر را میفتیم. پنج استشاد جمع کردی؟ آره، ولی با چه مشقتی. این همسایه های ما ماشالله ماشالله انگار نه انگار که دیشب دزد اومده محلشون. همه راه افتادن رفتن سر کار و کاسبیشون، ولی آخرش چند نفری رو پیدا کردن دادو امضا کنن. ماشین چی شد؟ رفتم سراغ آقای ترابی، ولی کاشکی نرفته بودم. چطور؟ هیچی، بی خودی خودم رو سبک کردم. زنش رو فرستاد دم در، عذر آورد که باید تاکسی رو برسونم تعمیرگاه. گفت آقای حلیمی که میدونم این لنگش خرابه. حالا شانس آوردی که آقای یاوری وانت بار داره. گفت داره میره بیرون شهر جنس بیاره. سر راه شما رو میرسونه پاسگاه ژاندارمری. آقای امیدوارم میاد.
اما خانمش میگفت که اصرار آقای حلیمی بی نتیجه است، بهتره دوزه رو ول کنن بره. پیشبم تو را کلی از این حرفا زدن، اینا همت ندارن که کاری رو به انجام برسونن. حالا میبینی باشو بلند شو صبح شده کله سهر پا میشین. صبح بپوش. بدینش من خانم. شما اونجا رو کردین اتاقا؟ همسایه‌های قبلی اتاق مهمونیشون اونجا بود. این زیر زمینم که کردینش انباری، حیفه ها. تابستونا خیلی خنکه، جون میده واسه استراحت. زود باش دیر میشه، من باید به ادارم برسم، بیکار که نیستم. عجب پنیر بیمزه‌ایه. شما همیشه از این پنیر رو میخرین؟ یه حلیمی کله پاچی. باش اومدن، برو بگو اومدیم. زود باش دیگه، بلند شو. من که هنوز چای تلخمو نخوردم. زود باش، معطل نکن، بلند شو بریم، بلند شو. مردم که بیکار نیستن، نوکرتو نیستن، دم در وایسن، بلند شو. چه خبرتونه؟ بفرمایید. بفرما. بفرما. نتون شما نمیشه. برو. وایسه. باباش. بفرمایید. صبرشین. جا بده صبرش. شما هم هستی؟ علی میخواب لمتو نمیبری؟ جا نمیگیریم که. بیا این بر من حرف. اصیبی نکنی. هوا که تاریک میشه وحشت هم میگیره. در برو برو. حلیمی قسط بانک یادت نره. آقا یعنی داره من الان جا میام. زمین شور یادت نره ها. برو تو. دزده رو چی کار کردی؟ بردنش. کجا؟ واسی منم بیا. بیا پایین. بیا. زود باش. میام بابا چته؟ من شکایت دارم آقا. او چرم سر کن. بفهم. بله البته حتما. چشم من در اختیارم، هر وقت امری بود ما خوشحالشیم در خدمت شما باشیم. باش بکنم. گروه مذارت بخوام، ماشین رو رد کردی؟ دورش هم صاف کردی؟ نه بابا تازه خریدی؟ مبارکه انشالله، انشالله شیرینیش. به هر حال خوشحال شدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. سلام برسونیم. کار داشتین؟ سلام علیکم، عذر میخوام که مزاحم شدم. برای اینکه وقت شریف رو نگیرم خیلی مختصر عرض میکنم که بنده محمد جواد حلیمی هستم، کارمند دولت. خوشحالم. عرض شود دو سه روزیه که بنده و بنده منزل اسباب کشی کردیم به این محل و گویا خوشبختانه منزل ما در حوزه استحفاظی این پاسگاه قرار گرفته. و زیر سایه حضرت عالی از امنیت کامل برخورد. بله بله. ولی متاسفانه دیشب صدایی شنیدم و یو از خواب پریدم و دیدم این آقا همین آقا که الان اینجا خون سرد و حق به جانب در خدمتتون ایستاده داره اسباب اساسی ما رو جمع میکنه. چه اینجور ها؟ دزدی میکنی؟ اونم تو حوزه استحفاظی من؟ باز پسا به خیالت رسیده هر کرکی ها؟ این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست، چونم بلایی به سرت بیارم که تمام چربیش کمت آب شه. با مال مردم خوری شکم گنده میکنی ها؟ اگر به خاطر این آقای لحیمی نبود حلیمی همچین زدمت که کل آقای آسمون با حالت زار بزنم. استشاد محلی. بله خودم قربان، این امکان نداره. چطور نداره؟ آخه ما قبل از این که بیایم خدمت جناب عالی همون دیشب رفتیم کلانتری 66. خب افسر نگهبان فرمودن بیایم خدمت شما. کم لطفی کردن آقا، کم لطفی کردن. همونطور که نشان دادم این محدوده فعالیت های ژاندارمریه، اونم محله شماست، دو انگوش اون طرف داره. حالا دو انگوش که
قابلی نداره قربان. شما یه مرحمتی کن. شما میگیم بنده که حافظ نظم هستم خودم مقرراتو بذارم زیر پا؟ استغفرالله استغفرالله، بنده هرگز چنین جسارتی نکردم. پس چی؟ فقط محض اجرای قانون و اینکه این دزد وقیح رو به سزای اعمال غیر قانونیش برسونین عرض کردم. آقا دزدی به جای خود، مقرراتم به جای خود، برای اجرای قانون که نمیشه قانون رو زیر پا گذاشت. صحیح، پس تکلیف ما چیه؟ والا چی بگم، منم موندم مخد. الو جانم. به به سلام، مخلصم، قربونت برم، خواهش میکنم. والا نمیذارن که دوز گرفتن به جای کلانتری 66 اومدن اینجا. ما حرف حساب ما که کلانتری 66 رفتیم. یه دقیقه گوشی. آقا جان اصلا چرا نمیرین کلانتری 67 که به کوچتون نزدیک داره؟ بفرمین آقا، بفرمایین. الو خب میگفتی نه بابا، بگو تو ببینی دیشب اونا هم بودن. خبری اصلا ما که چیزی از خونه شما نبردیم که انقدر جوشی شدیم. شما به حریم زندگی من وارد شدی، از هر جور بی سنگین تره. بانه با این بریم نکه نگه صحبونه اونو بخوریم، ما رو سوار زنبه میکنی. بزیر بردارم یه جوری چا بکنی، خواهش بکنی. بارو بینم بارو بفرمی آی راننده بفرمی تو بشین. مقصر نیستم که صابخونه شدم، گفت پا نمیشم منم باشا شدم. هرچی گفتم به روی خود نیارم، باری دلم نایمد جیبشو کار بگیرم. سرکار سیگار داری؟ نخه میدونستم دست کلید یار رو باش، حرفه یا تابلوس جونتو. کلیدهای خالیش یه سر حاکم شیش ماه رو شاخشه. سهت می کم نشون بفرمه تاش بفرمه میدونست بازم باید بریم داست سرا برو تو کجا؟ کجا؟ بفرمه بیرون آقا. خیلی مزرد اونجا چه خبره؟ ببخشید این چه وضعی رو انداختین؟ اینجا نوبت من دیرم شده سرکار. بیرونش کن. مگه نگفتم به نوبت بیرون منتظر باشی؟ من دیرم شده باید برسم اداره، آخه تا کی باید معطل بشم؟ قانون استثنا نمیذاره. گفتم بیرون. نوبت کیه؟ ما جان سروان. بفرمایید. آقا اجازه بده. شماها بیرون باشین، به نوبت صداتون میکنم. بفرمایید. 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 نه دوزگیری هم نوبتیه سرکار. بس دیگه. گفتم من همین جوشم جوش بود، هم چجوری قسم بدم؟ شما بودی میزدی میزدی تو جوچش. الحمدلله که خود سرفرم گفت باید تحجیه کنید. مملکت دوتا قانون که نداره، یه دونه داره. خوبی نمیش چه آدم هم بردو این آبجیش. اصلا آدم نمیدونه چیکار کنید. صبح شب میدونم جو میکرم اما نمیفهمه. سلام قربان. خب بگو ببینم چی شده. هر شبت بنده محمد جواد حلیمی هستم، کارمند دولت. قرض از مزاحمت اینه که دیشب به حریم منزل شخصی اینجا نه آجان بار... میبینی که سرمون چقدر شلوغه. لفت و لعابو بذار کنار، مختصر و مفید بگو چی شده. بسیار خوب، مختصر و تلگرافی عرض میکنم. ایشون دوز دیشب در منزل بنده دستگیر، تحت الحفظ به کلانتری 66، ارجاع به ژاندارمری، از ژاندارمری ارسال به کلانتری 67، یعنی منزل ما در حوزه استحفاظی شما، ملتمس مراحم حضرت عالی. خیلی خوب استشهادت رو بده ببینم. ای بابا بازم خیابون 35 متری مربوط به این کلانتری نمیشه، لطفا بفرمایید بیرون. یعنی چی آقا؟ پس من کجا برم؟ من از دیشب تا حالا سرگردون شدم. صدا تو بیار پایین، این چه طرز حرف زدنه؟ آخه
قربونت برم، شما بگین چی کار کنم؟ آخه منم کار زندگی دارم، اداره ای هستم. من چه میدونم چی کار باید بکنی؟ حالا شما بیا و بزرگی کن و این دزد و تحویل بگیر، منم برم سر کار و زندگی. استدعا میکنم. به همین سادگی؟ تو که خودت اداره ای هستی، حاضری خارج از اختیاراتت کاری بکنی؟ ولی آخه این یه دیگه آخه نداره. وزارت خونه مربوطه یه حدودی رو برای شهربانی و ژاندارمری تعیین میکنه، ما هم تابع این حدود هستیم. فقط و فقط هم تو محدوده خودمون اختیارات داریم. اگه شما میخواین تکلیف محلتون روشن بشه، تنها مرجعی که میتونه نظر بده وزارت خونه است و بس. برو بابا جان، برو دیگه وقت ما رو نگیر. من که نمیتونم دوزو ببرم وزارت خونه تحویل بدم، شما باید تحویل بگیرین. شما که اینجا نشستین و مسئول امنیت. برای من تکلیف روشن میکنی؟ یه بار به تذکر دادم مواظب حرف زدنت باش. اصلا وایستادی اونجا داری منو نگاه میکنی؟ بندازش بیرون اینو. اشتباه کرد سرکار، اشتباه کرد. میبخشید قربون، خیلی معذرت میخوام. یالا یالا الان میریم. بفهم بر ما خودمون میریم. بفهم زحمت بی خودی وقت کلان تری میگیری. بفهم بفهم سلیمانی باز شیشرش کنجه رو سر باز چند لحظه بیرون تشکر سرکار. این دستشویی تو کجا؟ هیرا یادم هست بلدم. من که خدمتتون عرض کردم بی فایده است آقا، بی فایده است. کار این مملکت درست بشه نیست. دیدین چیزی نمونده بود کار دست خودتون بدین و واسه هممون درد سر درست. اینطوری که نمیشه آقا، اینطوری نمیشه. بالاخره باید یه راهی باشه. هر طور میل خودتونه، اما من باید مرخص بشم. یه کاری دارم اداره ثبت که تا حالا کلی دیر شده، اینه که رفع زحمت میکنم. میتونه میخواهش ازتون بکنم؟ خواهش میکنم بفرمایید. لطف کنین یه زنگی به ادارمون بزنین، بگین برای فلانی گرفتاری پیش اومده. در طول 14 سال خدمتم چنین تأخیری سابقه نداشته. خواهش میکنم این شماره شو. حتما خیالتون راحت باشه آقای علی، مرحمتتون. لطف دارین. خداحافظ. خداحافظ. آی خب امانتی ما رو بده مرخص شیم. چی؟ هیچی دیگه، دست کلید ما رو بده بریم دنبال زندگیمون. کجا میریم؟ وزارت خونه از راه قانونیش. رو تو برم، تو دیگه کی هستی بابا؟ برو بالا. چیه بابا؟ من دوز گرفتی یا وایس رو چرا همچی میکنی؟ کم جونه با عزتون، اینجا یه کار کوچیکی دارم انجام میدم و برمیگردم. کجا؟ اینجا تو بانک. بانک؟ قبض برق اگه امروز پولشو ندم قطعش میکنم. ایشون کار داره، نمیشه که دو ساعت تو صف وایسی. منو چرا قاطی خودت میکنی؟ ببین چقدر نوشته. دستت نسوزه. 64 تومن دوز. بفرمایید 64 تومن دوز. چه خبره؟ کامپیوتر چقدر گرونه؟ لطفاً یه پیش بدید برای حساب جاری. اینم بنده بیدن مثل این که چنه شادم گیره. بیا آقا این پول کمه. آقا آقا من؟ بله. چقدر؟ 50 تومن. غلط نکنم باز این ایال دست تو جیب ما کرده، باعث خجالت آقا میشه. همیشه پول همراهم بود اما حالا نی. آقا جواب، آقا جواب زود باش آقا، مردم معطلن. عجبا بیا اینا بگیر، بگیر و بلند بیا یش قربون دست زمین خوردی که تورید نشو. خیر بیا دادش پده کرد. خیر میگم آد به سرگاهی منم بعد شما نباشه آدم کاری و زحمت کشیه. اونم کارمند دولت بود، گوشش مرخصه، یه 7-8 سالی کار کرد اما حقوقش کفاف خرجش رو نمیداد.
بوچه درشو بلکر و رفت افتاد دیگاره خرید و فروش هی جنس بخر هی بفروش الانه بعضیش توپه توپه یه دکونه دودنه ناب بیاره تو خیامون جاله طرفای آب زردار جونه به من چمار بود بره بروقی تومانی که تو بانک کار ما را انداختی اسکناس نوی بفرد تو چه پول نداشتی پس تو اتوبوس چی به اون بدبخت کرد میری چی آه علیمی وقتی آدم با یه شخص محترم و متشخصی مثل شما را میره اصلا با آدم شک نمیبرن بفرمایی اینم بده یه شما منو پول دزدی 14 سال تمام جون کندم و یک قرون پول حروم تو خونم نبردم بذار چی بهت پولا تو ارزونی خود جلا ارزون مهرته اما میخواستم یه پیشنهاد دیگه بارم حرف نزن برو بینید شما که با این چند دقیقه حقوق دولت عمراتت نمیگذره اقلا وقتای بیکاری تو بیا با هم کار کنیم شخصیت از شما کارم ما ها؟ بینی من بلند شم با تو بیام دزدی آره هر چی هم در آوردیم سه قسمت میکنیم یک مال شما دو تا مال ما چطوره چرا بود چه اصلا نصفش میکنیم ها 50-50 تمامه خفه شد این کشمت منم این دور برم آهای تلفنشون زنگ میزنه دارن لباس معامله میکنن دستان ما را آوردی بوتی کلک ببخشید الو بفرمید الو قطع شده شما کاری داشتین در خدمتم از کنم که من ایزه بدین تو حرف بزن من حرف بزن من میگم والا راستش ایشون آقای محمد جواد حلیمی هستن کارمند دولت دیشب منزل ایشون دزد اومده آقا خب شما باید به مراجع انتظامی مراجعه کنین چرا اومدی اینجا مراجع انتظامی کدومه قربون اون شکلت مراجع انتظامی کدومه شما در جریان نیستین تو حرف نزن تو حرف نزن شما درست روون نیستی وقت آقا رو میگیری بنده دیشب در منزل ایشون دستگیر به اتفاق اهالی مراجعه به کلانتری 66 خارج از حوزه استحفاظی 67 همین طور ژاندارمری همین طور تا این ساعت علاف حالا در خدمت شما بعد گفتم والا راستش اگه درست متوجه قضیه شده باشم شما باید تقاضای تعیین حدود منطقه رو داشته باشید بله بله همینه که فرمودین تعیین حدود منطقه یعنی بنده میخوام بدونم جایی که من در اون زندگی میکنم کجای این ملک واقع شده بسیار خوب اما چرا اومدین اینجا؟ پس باید میرفتم کجا؟ اطلاعات جلوی در وزارتخونه شما گفت بدید پیش آقای سوزانی اشتباه کرده فداتشم اشتباه کرده شما باید تقاضانامه‌ای بنویسین بریم اتاق آقای دفتری بعد از تو یه مراحل اداری بریم پیش آقای صمدی آره فداتشم آره قربون ببرم خیلی من اداره خوب خلوت شده همه رفتن نوها جز این مارو بکشمون آقای دفتری هم اینجاست؟ بله جانم نیستن؟ خودشون که اینجاست خودشون کجان؟ والله و علم با عزت استاد ببخشید شما خیلی وقت اینجا منتظر هستی؟ ای به گمانم سروب یک ساعتی میشه ای وای اینطور که معلومه حالا حالا هم پیداشون نمیشه
والا چه عرض کنم، این سومین روزیه که من اومدم اینجا و هنوز موفق به دیدارشون نشدم. نمیدونم امروز بتونم پیداشون کنم یا خیر. من که دیگه نمیتونم بیام، میشه تو اتاقای بغلی باشم. چهار عرفه میشه توضیح؟ بله بفرمید. آقای دفتری اونجا هستن؟ نخه ببخشید یه سوال، اون چیه که گویند هستم ولی گویند کو؟ من چی؟ بنده سرگردان. نه بابا پنج حرفه. ه لام یه میم یه. آره متالیکه. من میگم متالی که حرف نداره. من اگه تو بازم میگی یه دقیقه گوشی نزن. آقای دفتری رو میخوام. اتاق 512 اون طرف راه رو دست چبون آخر. اون نیستن. من چی کار کنم؟ من که نمیتونم کار و زندگیمو ول کنم بیام ایشون رو پیدا کنم. خب بگو. آهاشون نکردی. خب با اجازه من میگم. تشمی بری؟ اجازه بدین کمکتون کنم. ممنونم. اگه فردا عمری باقی بود باز سری میشه. شما زحمت نکش. و بابا این چیه دیگه؟ نه خوشم اومد. خیلی زرنگ شدی. آخه با تو گشتم. حالا دیگه اجازه میدی بریم یه چیزی بریزیم تو این شکم وامونده؟ بریم بابا بلند شو خفن کردی. بر پدرش لعنت اگه دیگه کسی خونه آدم سمجو کار میگیره. اکو این چلو کبابی؟ نزدیکه میرسی. حتما از اون عزم علکی هست کارمندی. کوری مردت جا رفتمه میکنی؟ اونم با این دکوپوس بزرفت داری میکنم به دلت بذارم. مرسا که هنه تو بفهم دکتر دکتر چی داری میگی؟ دکتر کرده برش کنم بره. دکتر چی کاره؟ من به روزه روشن به یه شخص محترم تویی میکنی و بوتون دوزی میزنی اون وقت بذارم بری خیال کردی در راحتی تاریف که نشو. منظور چیه؟ چی؟ منظور؟ باید بریم تنونتری به جرم ضرب و شتم و تویی به یه کارمند محترم و متشخص دولت باید مجازات بشی. روشن شد؟ من معذرت میخوام اشتباهی گرفتم والله قصدی نداشتم به خود من بی تقصیر اشتباه ببخشید. نه چون شما نمیشه با سمت شما بذارم کف دستش حالا ما نمیست کاریستی شده. خیلی خوب تو هم من بعد آدمتو بشناس بی خودی که به مردم تهمت نمیزنن بابا جان. برو خدا رو شکر کن که این رفیق ما آدم با گذشتیه. بله یک بلایی سرت می آوردم که دوباره دیگه یالا برو تو باید بیار برو. بده مرگ تو حرف نداره. موتور یکه یک رای نشده فرمون خوشته از شاسی جانم خورده. ما یه جور بشه میندازم زیر پام به کارام برسم. آقا صورت حساب ما رو بیاری. ها همین تموم شو ببینیم بابا حیفه. بسه حالا رضایت بده برین دیر میشه ها. ممکنه طرف بره اون وقتی که مکافات داریم. تو هم انگاری هیچ کاری نیاری جز اینکه این لقمه غذا رو زهرمارمون کنی. چقدر با اون ور میری؟ بز بینم بی جلو به نازم ای فرک. این شب تو یخه ما رو گرفتی امروز یکی یخه تو رو. نرسیده بودم یارو حسابی لطو پارت کرده بود. کیف کن. دست کلید ما رو بدی رفتی. حیف تو نیست جوونی سالمی میتونی بری دنبال یه کار درست و حسابی یه کار آبرومند اون وقت سرتو بالا بگیری و با افتخار خرج خانوادتو بدی.
تو ما رو گرفتی آقا علیمی. آخه نوکرتم. تو خیال میکنی فقط ما یکی توی مملکت دزدی میکنی؟ یه نگاهی به دور و برت بنداز، میبینی همه دارن همدیگه رو میچاپن. خب ما هم باید گیریم خودمون عذاب بکشیم بیرون دیگه. نه این حرفا کدوم عزیز من، همه آدما که یه جور نیستن. اگه قرار بود همه مثل تو فکر کنن که سنگ روی سنگ بند نمیشد. حقیقت اینه که یه عده‌ای جون میکنن و چندرغاز در میارن و تو خیلی راحت دسترنج اونا رو میقبد. همچی خیلی هم راحت نیست. مثلا همین دسته کلیدی که شما زفتش کردی، نمیدونی با چه زحمتی جفت جورش کردم. یکی از اون شما زیادی سخت میگیری آقا علینی، اینجوری زود پیر میشی. صورت حساب. نه 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 خیلی نه. من جون آقا علینی نمیشه. نه نه نمیشه، من حساب میکنم. چیزی نشده که این دفعه میمونم آقا مبلغی. نه خیر، خیلی ممنون. اون چیه؟ چی؟ از تو جیب اون پسره رو توی خیابون؟ خب ما هم خرج داریم آقا علیمی، مگه نه؟ چه میشه کرد؟ یکی از اون به شما توهین کرده بود، لازم بود تنبیه بشه. بفرم کش به. تبیا بهش میدیا. آره نمیشه سفارش عیالتو بعدن که میخواستی بری خونه انجام بدی. اگه اعمال مفتی رو بردی با خودم زورکی میکشنم، یه جارو هم بستی به دوم هم نکنه. زشته که یه آدمی با سر و وضع شما، اونم کارمند دولت، یه زمینشور دستش بگیر و همینجوری تو راهروی اداره دولت راه بره. یعنی تو حالا بر نگشته؟ گفتم عجله نکن، نزشتی یه لغمه غذا راحت از گلمون بره پایین. اینا کی هم باید؟ آره برو برو. شیطونه میگه کتا رو کار بگیرم. آقای دفتری؟ بله خودم هستم، شما؟ بنده محمد جواد حلیمی بکترین. تقاضا نامه ای هست، لطف کنین امضاش کنین. ممنون میشم. قلم خدمتتون هست؟ بعد از امضای من باید سیر اداری رو طی کنه. جواد حلیم، باید بهتون موزه بدم که محله هرتاباد اینجا پرونده داره. راستی؟ خب پس چرا از اول ما رو نفرستادن اینجا خدمت جنابالی؟ آخی خب چه میشه کرد؟ به هر صورت باید مقررات و ضوابط اداری رو رعایت کرد. پروندهشو خود من با تلاش زیاد تنظیم کردم و الانم در بایگانی اداره محفوظه. فقط کافیه شما یه زحمتی بکشین پرونده رو بیارین. یعنی پرونده رو به ما میدن؟ بله، شما برین تحتانی ترین طبقه زیر زمین، قسمت بایگانی کل وزارتخونه. بگین صمدی گفت پرونده مربوط به هرتاباد رو بدن بهتون. چشم.
بازه، بریم تو. بیا بریم. کجایی؟ کجا رفتی؟ آهای نمایش میدی ها، من کجام تو کجایی؟ ندرم و در آوردی از بس این مرون بر کشوندی. چه حساب مال سنه؟ کجا رفتی؟ یعنی ما بدون اجازه یه چرت هم نمیتونیم بزنیم؟ ماشاءالله. بابا تو دیگه کی هستی؟ یه دقیقه بلد کردم ها، ببین چه بلایی سرت آوردن. وای آقا، آقا وای، میشه یه کمکی به ما بکنی؟ پروندت گم شده یا میخوای به جد بندازی؟ پول چایی ما که فراموش نمیشه. پرونده کدومه آقا؟ ما اینجا گم شدیم، دنبال بایگانی میکردیم. همین راهی که اومدی برگرد، آخر راه رو در فلزی. داداش قربون دستت، کارت که تو بایگانی تموم شد، بیا یه دستی هم به آبدار خونه بکش. خیر ببینی کثافت داره از در و دیوارش بالا میره. نفهمیدم چطور شد. بلش کن بیا بریم کار داریم. کسی اینجا نیست؟ چیزی میخواستیم؟ بله، آقای صمدی ما رو فرستادن که پرونده مربوط به محله هرتاوات رو بگیریم. شمارش چیه؟ شمارش رو ندادن، نمیدونم. آها، تا این جوونا بیان کار یاد بگیرن عمر ما تموم شده و رفتیم. ای بابا. آقا جان بیا اینجا ببینم. این پرونده اینجا نیست. یعنی چه اینجا نیست؟ یعنی این که نیست، وجود نداره. مگه میشه؟ چطور وجود نداره؟ باید حق حساب بدیم تا پیدا بشه استاد. آدم تو بشناس، این پرونده اینجا وجود نداره. اصلا شاید هرتابادی وجود نداشته باشه که پروندش هم اینجا باشه. اگه هرتاباد وجود نداره، پس لابد منم که تو اون محله زندگی میکنم وجود ندارم. بله؟
دیگه به من مربوط نیست که تو وجود داری یا نداری. میخوای داشته باش، میخوای نداشته باش. الان بهت ثابت میکنم که وجود دارم. ببین این منم، محمد جواد حلیمی، ساکن محله هرتاورد. خودم پیدا میکنم. چیکار میکنی؟ این کارا از شما بعیده. شما که یک کارمند دولت هستید، چطور به خودتون اجازه دادین که یه همچین کاری بکنین؟ شانس آوردین که این همکار ما رضایت داد و الا خیلی براتون گرون تموم میشد. و اما مشکل محله شما چیز مهمی نبوده که به خاطرش این علم شنگر را انداختین. یه اشتباه کوچیک اداری. ببین این هرتابا، اینم خندق که در طول این مسیر کشیده شده، اینم یه خندق دیگه که این پایینه. همونطور که میبینین محله شما بین این دو خندق واقع شده و متاسفانه مهندسین ما در موقع نقشه برداری این دو خندق رو یکی حساب کردن و چون همین خندق به عنوان مرز بین حوزه استحفاظی کلانتری و ژاندارمری در نظر گرفته شده، میشه گفت محله شما از روی نقشه پاک شده. بر اثر شکایت عده‌ای از اهالی بوده که ما این پرونده رو تشکیل دادیم حدود 3 سال قبل. حالا تقاضانامه شما رو هم ضمیمش میکنیم تا پرونده در آتیه به جریان بیفته و مراحل اداریش رو طی کنه و شما با خیال راحت به منزل برگردین و به هم محلیاتون هم مژده بدین که کارا روی غلطک افتاده. و مطمئن باشین ظرف همین چند سال آینده کار محله شما فیصله پیدا میکنه و به خیر و خوشی شما میشین یه شهرنشین صاحب حقوق مثل بنده. ما پرونده های عجیبتر و حل نشدنی تر از این پرونده هم در این بایگانی عظیم داریم. چیزهایی که اگه شرحشو براتون بگم دود از کلتون بلند میشه. پس صبور باشید و دندون جگر بذارید تا انشاءالله در روزنامه خبر زمین شدن نمایندگی بابا به کل پایتخت اعلام بشه. و اگه نشد ناراحت بشید. نگفتم فایده نداره، به خرجت نرفت که نرفت، هی سماجت کردی. خوب شو همینو میخواستی. اکر دولتی شخصیت شما کاسبیمون بد نبود، ولی راستشو بخوای من تو زندگی آدمی به یه دندگی و سماجت تو نیدم. زیاد سخت نگی، زود پیر میشی. رو پیشنهاد شراکت خوب فکر کن. من بازم خدمت میرسم. خداحافظ. بی خیال.
هم درست کنیم بدیم بهش بخوره که حالش جا بیاد. همین الان آروم باش. عجله کنیم. آروم چیزی آروم باش. کیه بابا؟ بهتون قول میدم که دیگه تو این محله سنگ رو سنگ بند نمیشه. خود دزدم همراه من بود، پرونده مراته رو از خوش. آقای حلیمی دیگه چه دستی گوری به آب دادی؟ حالا مهم نیست بابا جون، از فردا صبح هر چی دوست و همکار داره برمیداره همراه خودش میاره. خیالش هم تخته که این قضیه حالا حالا به نتیجه نمیرس. خلاصه انان چه شرط بلاغ است با شما گفتم اینو اهل محل باید بدونن. حالا چی کار؟ پس از این قرار دیگه از فردا تو این محله روز روشن باکشون نیست که حتی سر بندگان خدا رم گوش تا گوش ببرن و هیچ کس هم جلودارشون نباشه. ای وای خدا مرگم بده. دیدی چه به روزمون آوردی حلیمی؟ من میگم فقط یه را داره بفرمی. اونم اینه که این به بعد هر کسی رو که دستگیر کرده ما بگیریم تا میخوره بزنیمش تا عبرتش بشو دیگه بر نگرده. بی فایده است جانم. برو تو نزدمت بابا. حالا که موقعی عصبانی شده اونم مو در آورد که بابا جمشین تکتیب محلتون رو روشن کنی. الان هفت ساله که هیچ میدستی چه خبرتونه بابا؟ چرا به سرسالا رو انداختین؟ مگه اینجا زندگی نمیزنه؟ بی درد سرترین و شاید بشه گفت تنها راه حل در این شرایطی که مشخص نیست آیا مسئولین امر قصد انجام اقداماتی در این زمینه دارن یا نه، این هست که ما همگی از این محله نقل مکان کنیم و عطاشو به لقاش ببخشیم. برو بابا به خودش دستشو کسیم. ساکت ساکت آقای حلیمی راه حل پیشنهاد میکنن. آقای حلیمی راه حل پیشنهاد. پس تا زمانی که محله ما روی نقشه های دولتی وجود نداره و مسئولین هیچ توجهی به امنیت و رفاه اهالی محل ندارند و این هرج و مرج و دزد بازار علناً ادامه داره، خود ما برای حفظ جان و مال و ناموسمون بایستی وظایف مسئولین رو به عهده بگیریم. جانبی آقای حلیمی، جانبی آقای حلیمی. جانبی آقا، مگه میشه دولت در دولت درست کرد؟ این تنها راه حل عملی و ممکنه. وا چه حرفا، به حق چیزایی ندیده و نشنیده. مسئولیت داره آقا، همچی حرفایی از شما بعیده آقای حلیمی. آقای دکتر خواهش میکنم هرج و مرج و بیقانونی. شما عقلتون از دست دادین مداخله در کار دولت. از تقدیرالله من که دیگه حاضر نیستم حتی یک کلمه بشنوم. من یکی نیستم. آقای دکتر برگرد. اگه وقتی خانم حیدر اینا رو به خاکستر نشوندن شماها پشتشون وای میسادین کار به اینجاها میکشید، سراغ خودتون هم میمدن. به خداوندی خدا اگه از روز اول هممون با هم بودیم هیچ کس جرأت قدم گذاشتن به اینجا رو پیدا نمیکرد. حالا که یه آدم حسابی تو این محل پیدا شده باید به حرفش گوش کنیم دیگه. کتک زدن ها تماما بیفایده بوده، اقدامات فردی بی نتیجه مونده، فقط با کمک همدیگه میتونیم کارو به انجام برسونیم. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. واقعا میشه این که کاری نداره، اگه با هم باشیم چرا که نشه. Thank you.
صورت منو صورتی کردی، خوشت میاد مردم ها داری کنی یه بیافت شده این یه پلنگ صورت بابا. نگو خودی آقا دوزد، اول من فکر کردم امیدوار تا شده قرص خواب بخوره، دیدم یه نرده خوله یه دادی سرک زدن که یه بتری زبونش بند اومد، امیدوارم با اونو یه زبونش بند اومد. سابقه دار نیستم، اومده بودم بگردم. قلبتم که سالم بود، قلبم خراب. شروع کنیم. در تمام رو این رو تمام رو این رو تمام رو قانون محله ایست. آیش بر پدر هرچی مردم آزار. یادت نره اون نخی که به انگشتت بستی مال قبض آب و برقی، امروز آخرین مهلتشه، باز فراموشت نشه. یادت نره، مواظب خودت باش.
تو بیشتر چیز سنگیر بر نداری که بس. سلام استاد. سلام علیکم، زنده باشی، انشالله همیشه سلامت و موفق و خندون باشی. ممنون. ما که دیگه رفت هستیم، خدا شما جوونا رو حفظ کنه. نوشتی جونم؟ آره. تکرار میکنم آقای حلیمی. خانم جانم مدرسه دیر نشد؟ نه اکبر الان میاد پست رو تحویل میگیره. خب چه خبر؟ همه چی خوبه. اون گنده که دیروز آزاد شد با آقای ترابی رفتن شهر. دیگه؟ قرار آقا ترابی به وزارتش دم دکون داداشش تا واسش کار بکنه. اینم آماده کرد. این یکی در چه حالیه؟ اوضاعش چطوره این؟ خراب. اینم بازی تازت آقای حلیمی. بهشون بگو ولم کنن. دیگه مسخره بازی بسه. چجوری افتادی توی تله؟ اینجاش دیگه نخونده بودی. شما حق نداری با اون یه همچین کاری بکنی. من سر هرته. این کار شما غیر قانونیه. من پدر همه تونو در میرم. همه تو شکایت میکنم. به کجا؟ کلانتری یا ژاندارمری؟ نکنه میخوای بری به وزارتخانه؟ بابا غلط کردم. دیگه بستمه. آخه بی اصطفا این عادلانه نیست. از دیشب تا حالا من یه پت سیگار نکشیدم. دارم من خماره میبینم. تازه خبر نداری؟ قراره بهت رژیم تندرستی بدی. ترک سیگار، غذای کم، کار زیاد. چه آدم هایی زیاد نکنی؟ تو داشتی بدرالتونی جمع کنی. امروز نوبت جرد. نمبرین از سر کنی منم بیا. Oh,